سیر سعودی قیمت خودرو تنها بخشی از گرانی افسار گسیخته در ایران است با این تفاوت که در حال حاضر واکنش به گرانی خودرو از سوی مقامات حکومتی و منابع خبری در داخل واکنشی متفاوت در مقایسه با گرانی دیگر کالاهاست دوره تازه افزایش قیمت خودرو با تصویب افزایش قیمت این کالا توسط دولت رسما کلید خورد بر اساس مصوبه اخیر دولت خودروسازان مجوز فروش خودرو به قیمت تجاری قیمتی حد فاصل قیمت بازار آزاد و نرخ ارز مبادله زیر 2500 تومان را گرفتند واکنش بازار اما در تیتر منابع خبری در داخل نمایان است برخی از افزایش 10 تا 21 میلیونی قیمت خودرو خبر میدهند و از رکورد بی سابقه قیمت خودرو میگویند و بر این موضوع نیست تاکید دارند که قیمت خودرو ترمز بریده است در حالی که به گزارش خبرگزاری مهر قیمت برخی از خودروهای داخلی از 31 تا 67 درصد افزایش یافتند بر اساس نظرسنجی خبر آنلاین نوسان ارز در کنار کاهش تولید و افزایش تقاضا گرانی خودرو را رقم زده در این میان محسن صالحینیا معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه خودرو را نباید به عنوان کالای سرمایه‌ای خریداری کرد به خریداران توصیه کرده که اگر نیازی به خودرو ندارند خریداری نکنند کنند. این مقام دولتی همچنین با حمایت از سیاست دولت در بازار خودرو وعده داده که بازار خودرو متعادل می شود این اظهارات در حالی بیان می شود که مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی ایران به صلاح نیست قیمت های فعلی در بازار خودرو را غیر قابل توجیه ارزیابی کرده در این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ضعیف خواندن تیم اقتصادی دولت ضعف دولت را عامل گرانی خودرو قلمداد می کنند وفا زرباهاری صدای آمریکا